سوری بر درگذشت فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی ایران از قتل فرزند امام خمینی تا فرزند حسن روحانی قبل از شروع ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند امام خمینی بعضی بر این باورن که درگذشت سید مصطفی سنگین ترین ضربه برای امام خمینی رحمت الله بوده. اتفاق به جهت پیامت های آن در داخل ایران قابل تعمل است. چرا که مراسمی که در ازای وی برگزار شد در تشرید مخالفت ها و فعالیت های زد پهلوی بسیار بسیار موثر بوده. مصطفى خمینی متولد سال 1309 در بود. از همان روزهای نخستین فعالیت های سیاسی پدرش بر ضد پهلوی در کنار او به فعالیت سیاسی پرداخت و در پیشبرد حرکت اسلامی نقش بسیار مهمی داشت امام خمینی در روز چهار آبان سال فلوسه علیه لایحه کاپیتولاسیون و انقلاب سفید سخنرانی کرد و چند روز بعد در سیزه آبان شبانه دستگیر رو به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد با این حال سید مصطفی مشاور برجوی ای برای امام بود. ساواک که از سابقه مبارزاتی سید مصطفی خبر داشت در پانزه خوردار 42 دستور جلب او را به همراه ملا علی لطفیان به شربانی قم صادر کرد. ممران زمانی که مصطفی در خانه ای آیت الله مرعشی بود به آنجا یورش بردند و او را دستگیر کردند و به مدت پنج و هفت روز در زندان غزل قلعه و در سلول انفرادی زندانی کرده سید مصطفی خمینی در یک آبان سال 56 در سن 47 سالگی طی حادثه که جزیات آن هنوز هم محل بحث است در شهر نجف درگذشت امام در تشفیه پیکر فرزندش همانند تشفیه جنازه های دیگر فقط 5 دقیقه مانده به آغاز مراسم در محل حضور پیدا کرد و بعد از حرکت دادن پیکر تا محل مشخصی جمع را همراهی و سپس آنجا را ترک کرد او مرگ سید مصطفی را از الطاف خفیه الهی نامید نماز بر پیکر سید مصطفی خمینی را آیت الله سید ابوالقاسم خویی اقام کرد. و بعد از تشوی پیکر فرزند امام در حرم امام علی علیه السلام و در کنار آرامگاه محمد حسین غروی اسفهانی مورد بعدی شهید محمد منتظری فرزند آیت الله منتظری است. مرحوم آیت الله حسین علی منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و قائم مقام معزول بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. محمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری یک روحانی و زندانی سیاسی بود که از مبارزان علیه حکومت پهلوی به حساب می آمد و بارها به زندان افتاده بود. محمد پیروی مکتب امام خمینی بود. او در بازوی ها درباره انقلاب و مردم آشکار و گفته بود من مقلد امام خمینی هستم. نظرم نظر روح است. در شهریور 45 او را از زندان غزل غله به زندان شماره 4 قصر تهران منتقل کردند. او در زندان با روحانیونی ماننده آیت الله طالقانی و آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی هم بند بوده. محمد منتظری در خرداد پنجاه طی یک تقیب و گریز از شنگ ممران سواک متواری شد و بعد از مدتی زندگی مخفیانه از مرز شرقی ایران و پاکستان خارج شد. آیت الله منتظری به دلیل کسالت های شدید جسمی و روحی ناشی از زندان و به ویژه اطلاعی از وضعیت محمد به سفارش پزشکان سفری چند روزه به شمال را آغاز کرد و بعد از بازگشت از سفر و اقامت در نجف آباد از سوی یکی از دوستان محمد تلگرافی به دستش رسید که حاکی از وارد شدن محمد به نجف میداد علاوه بر آیت الله منتظری تا آن زمان ساواکم از خروج محمد منتظری از ایران خبردار نبوده یه لحظه سب کن اگه تو اینجای ویدیو همراه ما بودی لطفا این ویدیو رو لایک کن و یاد نره که کانال ما رو سابسکرایب کنی محمد منتظری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پایگزاری کمیته انقلاب اسلامی و پیش برده کار آن نقش مهم می داشته همچنین در راستای برپایی حزب جمهوری اسلامی در 27 اسفند 57 تلاشهایی بسیاری کرد در آغاز پیروزی انقلاب گروهی به نام پاستاران انقلاب اسلامی را سرپرستی کرد که یکی از گروه های ای بود که بعدها از بهم پیوستن آنها سپاه پاسداران در دو اردیبهشت 58 و هشت گذاری شد پاسا که مخفف نام گروه تحت سرپرستی او بود یعنی پاسداری از استقلال آزادی حکومت اسلامی رویارویی با صهیونیسم استبداد و رهایی همه مستضعفان جهان را هدف خود معرفی کرده بود منتظری که از چهرههای بانفوذ انقلاب به شمار میرفت در هفتم تیر سال شست در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به همراه آیت الله بهشی و جمع دیگر از مسئولان نظام به شهادت رسید نفر بعد محمد فریدون فرزند حسن روحانی بود او در دهه هفتاد و در آسانه بیست سالگی به شکل مرموزی درگذشت. سید حسین موسویان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حسی دولت و از نزدیکان روحانی در گفتگو با نشریه تایم مدعی شده که یکی از پسران حسن روحانی به قتل رسیده. قتلی سیاسی که هرگز قاتل آن پرونده مشخص نشده. او همچنین گفته که خانواده روحانی قتل فرزند خود را قتلی سیاسی توصیف میکنه این در حالی است که اکثر رسانه ها علت مرگ او را خودکشی با کلت پدر عنوان کردند احمد رضایی فرزند محسن رضایی احمد رضایی میرقائد متولد سال 55 فرزند ارشد محسن رضایی دبیر سابق مجمع تشخیص مسلحت نظام و معاون فعلی اقتصادی رئیس جمهوری بود او در سال 77 و در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از دوبی به آمریکا رفت و در آنجا به موزگیری های تندی علیه جمهوری اسلامی پرداخت. در همان زمان محسن رضایی سخنان پسرش را محکوم کرد و گفت که درباره او همانند بقیه ایرانیان قانون حکم خواهد کرد. با این وجود در سال 84 و در سکوت کامل به ایران بازگشت و بعد در اوایل اسفند 85 محسن رضایی تایید کرد که فرزندش به ایران بازگشته. سایت های خبری در سال 88 گزارش فلان که او به آمریکا بازگشته و بعد از خروج دوباره از ایران در آمریکا با تبعی آمریکایی ازدواج کرد. شهرام گیلابادی معاون وقت اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مسلحت نظام در 22 آبان 90 در گفتگوی اظهار داشت احمد رضایی که در هتل گلوریا دوبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به قتل رسیده خبرگزاری آسوش دپرس به نقل از یک مقام پلیس دوبی گزارش شده که احتمالا احمد رضایی خودکشی کرده چون جسد او در روز 20 آبان 90 در حالی پیدا شد که رگ مچ دست چپ او بریده شده بازپرس ویژه قتل تهران در آن زمان علت مرگ او را قتل عمد اعلام کرد گفت در اتاق رضایی بوکه های مصرف شده قرص بریدگی روی ساید و همچنین اثر شوک الکتریکی بر کف دست وجود دارد در حالی که هیچ کس با بکار گرفتن سه روش به طور همزمان خودکشی نمی کند پلیس دوبی جسد را بدون محتویات داخلی به ایران برگرداند. همچنین از تحویل مدارک و لپتاپ شخصی رضایی و ریز مکالمات و محتویات دوربین هتل خودداری کرده پاسپورس دادسرای جنایی تهران درباره این پرونده گفت به نظر ما نحوه برخورد با این پرونده از سوی اماراتی ها بیشتر صحنهسازی برای وقوع یک خودکشی است خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین لطفا این ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو حتما در مورد این ویدیو با همون دیارمیون بذارید. در ضمن، یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید.